سلامی خدمت همه بینندگان خوب برنامه جربوزه، خانم دکتر فوجان زینی و آقای دکتر دانیال صدیق. من زهرا سروش همراه شما هستیم با بحث شیرین امروز راجع به بالانس یا تعادل در زندگی. خوش آمدید. مرسی. خیلی ممنون. مرسی. ما رو دعوت کردید. خواهش میکنم. ما خوشحالیم که شما وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار میدید. خیلی مؤثر بوده. تلفن‌های زیادی گرفتیم از طرف عزیزان. ارتباطات خوبی بین ما و عزیزان برقرار شده. اون هم به خاطر حسن وجود شما عزیزانی که واقعا حضور دارید در برنامه جربوزه. مرسی. مرسی که امروز قراره که راجع به تعادل صحبت بکنیم. بالانس در زندگی. که کلن وقتی که سیستم دنیا رو میبینین، چون آقای دکتر سیستم زیاد دوست دارن و سیستم دنیا رو میبینین، کلن همیشه رو تعادله. و یکی از مباحثی که جالبه برای من اینه که ما وقتی کلمه تعادل رو استفاده میکنیم، در ذهن ما خیلی موقع میاد که یک مبحثیه که قرار پایدار بمونه، در حالی که تعادل فقط یک نقطه است. یعنی تعادل خودش یعنی اینه که هیچ وقت پایدار نیست. هی یه ذره اینوری میشه و دوباره بعد بیاریش بالا و دوباره اینطوری میشه و دوباره بعد مثل دوچرخه است. میگن زندگی مثل دوچرخه است، همش باید پا بزنی اگه نه تعادلت به هم میخوره. یعنی هر چیزی رو که شما نگاه بکنی، وقتی راجع به تعادل صحبت میکنین، باهاش این مسئله میاد که همیشه قرار دو طرف رو هی بالا و پایین انجام بدین، قسمت های مختلف رو شما تجربه میکنین. لحظه‌ای که حضور نداشته باشید، به اونجا از اون تعادل میافتید و دوباره خودتون رو برمیگردونین توی تعادل و دوباره از اون طرف ممکن بیفتین و دوباره برمیگردین توی تعادل. حالا این مسئله رو تو هر جای زندگی، چه از نظر سلامتتونه، چه از نظر روحیه‌ست، احساس، ارتباطات، همه اینها میتونیم نگاه بکنیم. وای به حال اون روزی برسه که این تعادل باید بین قلب و مغز برقرار بشه. اون وقت باید هر لحظه باید اتفاق دست موز ایمپورتنت باشه. یعنی در واقع همینجوری که گفتم، ما همیشه باید در اونجا باشیم. یعنی اون جایی که اول در واقع اون احساسات ما یا قلب ما داره به ما خبر میده که ما کجا هستیم، موقعیتمون چی هست، در چه حالی هستیم، و بعد مغز ما میاد و اونجا روی اون احساسات داره نظر میده که بر اساس این احساسات یا بر اساس این جایی که شما هستی، مکانی که الان قرار داری، حالا چجوری راحتو پیدا بکنی و به طرف اونجا بری. یعنی از قلب شروع میشه، همیشه از احساسات شروع میشه، بعد مغز ما میاد با اطلاعاتی که پیدا کرده، با دانشی که پیدا کرده، میاد روی این. درست من مثالی که به کار میبرم مثل نویگیشن یا سیستم تلفنی ما میمونه. برای اینکه ما بتونیم آدرسمون رو بزنیم یه جایی بریم، بعد مشخص باشه اون ساتلایت ما رو بفهمه که کجا هستیم. آه. بعد ساتلایت به ما دایرکشن بده که حالا از اینجا کجا بریم، قدم بعدیمون چیه، چقدر بپیچیم اینوری، چقدر بپیچیم اونوری. پس اون لوکیشن رو تو ما نداشته باشیم، ساتلایت ما نمیتونه کمک کنه. پس اگه احساس نداشته باشیم یا متوجه احساساتمون نباشیم، مغز ما نمیتونه ما بگه کجا بریم. من فکر میکردم احساسات هم تابع مغز هستن، یعنی مغزه که احساسات رو در حقیقت به وجودش میاره. دو نوع احساس رو ما داریم راجع به صحبت میکنیم. یک سری احساس های غریزیه که صحبت شما اینجاست که یک لحظه بدون اینی که مغز حضور داشته باشه، اولش اطلاعات در بدن ما بیشتر اطلاعات اولیه، مثل که احساس خطر، احساس لذت، احساسهای مختلفه که این یک خبری رو به ما میده و بعد مغز ما معنیم روش میذاره، اونطور که شما میفرمودین تازه اطلاعات بهش میده و میره جلو. یک سری احساسهای دومی هم هست و اونم اینه که تازه از معنایی که مغز روش میذاره تازه یه سری دیگه احساس به وجود براش میاد. و به خاطر همین دو سری احساس وجود داره. ولی صحبتی که شما داشتید میفرمودین اول احساسهای غریزیه. سه تاش بکنیم. سه تاش هم دادیم. ببین ما متاسفانه توی فارسی و تو انگلیسی از نظر لغتی گیر افتادیم. وقتی میگیم احساس، ما سه تا معنی مختلف داریم با احساس صحبت میکنیم. یکیش احساس از حسای پنجگانه‌مون میاد که چی رو داریم سنس میکنیم. واقعا وقتی میگیم گرمه، من دارم این اتاق گرمه، دارم احساس گرما میکنم، این سنس منه. وقتی میگم خیلی داغ شدم، ولی این دیگه معنیش لزوماً راجبه نیست. خیلی داغ شدم ممکن از نظر احساس هیجانی داغ شدم، از احساس ناراحتی داغ شدم. پس حالا اینجا یه لغت، اصلا یک سیستم دیگه است. همونجوری که ایشون داشتن میگفتن، این هست که من الان کجا هستم، الان داره چه اتفاقی در وجود من میفته که این داغی رو دارم حس میکنم. اون میشه من چه میگذره، اون احساس. دقیقاً. و بعد میشه ایموشن. ایموشن یکیش، دومی شد فیلینگ، سومی میشه ایموشن. ایموشن مجموعه این فیلینگ ها یا اون حسایی هست که ما داریم میکنیم و حالا چه حرکتی رو ما با این انجام میدیم، چه جوری ما رو به جوش میاره یا چه جوری ما رو خاموش میکنه. در واقع توی ایموشن یا تو اون احساس سومی، ما فیزیکلی داریم اون ارتباطات داخلی و اون معانی رو داریم میاریم به یک
حرکت و این حرکت هست که حالا بازم بهش میگیم ما تو فارسی احساس، انگلیسی همین مشکل داریم میگیم فیلینگز، هر سه تاشو میگیم فیلینگز. یه سری احساسایی که همون حسی که شما فرمودین، حسای پنجگانه، مثلا دست من میخوره به یه آتیش میسوزم، این پیغام اول از بدن من به مغز من میره و بعد مغز من عکس العمل نشون میده که باید دور بشی یا یه کاری رو انجام بده. ولی ایموشن که شما میفرمایید، من فکر میکنم از دستوری از مغز به وجود ما، معنیه که مغز مثال مسئله میذاره. مثالتون رو استفاده بکنیم، اگر شما حالا اومدین دستتون خورد به یه لیوان دیگه که اصلا داغم نبود و شما حالا اینجوری شدین، یه به خاطر تجربه های قبلی، حالا شما ایموشنالی دارین ریاکشن نشون میدین، شما دارین ایموشنالی عکس العمل نشون میدین، اونجا دیگه ایموشنه دیگه، که میگن آدم مارگزیده از ریسپانس سیاه و سفید، اون میشه ایموشن. اتفاقی که میفته اینه شما یه تجربه ای داری و توی اون تجربه یک سری احساسات برات به وجود میاد، چون احساسات تجربی اون لحظه است. از اون احساسات تجربی خاطره و معنا میسازی، از این خاطره معنا معانی که میسازی میره توی یک خاطره ای نگه داشته میشه. تو خاطره همه اینها رو در بر داره دیگه، یعنی احساسات و افکار و معانی و همه اینها رو در بر داره، قسمت حتی فیزیولوژی بدنتون هم که تاثیر گذاشته روش در بر داره. خب این میره اونجا گیر میکنه. بعدش یک شواهدی که به وجود میاد، اتفاقای دیگه‌ای که به وجود میاد که یاداوری میکنه بدن رو از اون خاطره، میبینین اون خاطره رو با همون اینتنسیتی برمیگردونه که الزاما ممکنه این زمان همون شرایط نداشته باشه. ولی خب فضای بقای ما، یعنی ما باید از اونها دائم درس بگیریم، بخاطر اونها خودشون رو نگاه میکنن، میان و کمک میکنن که راه ما بره جلو. حالا اگر تروماهای خیلی سنگینی باشه، خب احساسای ما خیلی اگزاجره و زیاد خواهد بود، بعد دوباره میایم تنظیمش میکنیم، همون تعادل میدیم که آیا احساسی که برای من هست واقعیه برای این شرایطی که امروز داره به وجود میاد، و یا اینی که نه کمی اضافیه، و بعد اگر اضافیه نگاه میکنیم که چه چیزهایی در خاطره ماها نقش بسته و هنوز کامل نشده و داره خودش رو همه جا نشون میده. این مبحثیه که وجود داره. و یه قسمت دیگه از شما میشنیدم اینه که وقتی راجع به بدن صحبت میکردین، حضور به بدن و حضور اینی که اون لحظه چه نوع احساسی توی بدن داره حس میشه، کلید و راهگشای اینه که ببینیم مغز ما چی داره میگه. خیلی موقع ها نمیتونیم، یعنی میتونیم به فکرمون نگاه کنیم، احساساتمون رو کاملا عقب بزنیم، ولی اگر که از حضور به بدنمون جلو بریم، اون هم احساسات و اطلاعات به من میده، هم افکار رو به همون اطلاعات که یه تعادل در حقیقت بین احساسات و پس از نگرش ما درون خودمون شروع میشه، که همینجوری که به قشنگی توضیح دادن اون سنس ما چی هست، الان داره چی در بدن من اتفاق میفته، و حالا این چیزی که داره به وجود میاد آیا به من داره چه پیغامی رو میده، اینفورمیشنه. در واقع حس، اون احساسی که ما داریم صحبت میکنیم، فقط یه اینفورمیشن، اطلاعاته، داره نه درسته نه غلطه، هیچ احساس نه درستی داره نه غلطی داره، اونه که هست. مثلا فقط یه لغت ازش خوشت میاد، خب اگه بخوایم مثالی پیش بریم، این یه احساسه که به من دست داده، یه نفر رو دیدم و یه حسی رو در خودم ایجاد شده. خب حالا بعد از اون چه مرحله ای بود؟ اولش بیان پس این، اگه من یه کسی رو دارم میبینم و اون احساس هست، اولش بیان فرض کنیم احساس گرمای خوبی تو وجودم میکنم، دلم نرم میشه وقتی یه نفر رو دارم میبینم، از وجودش یه احساس لذتی میکنم، این میشه قسمت اولش. دومش اینه که خب حالا من این احساس خودم رو بخوام چک بکنم، آیا این احساس نزدیکی هست، احساس ترحم هست، احساس مرحمت هست، احساس لطف هست، کلی احساسهای مختلف اونجا میتونه باشه که یه لغته، حالا اینا نه درسته نه غلطه، ولی من با توجه به اون یه لغتی که در وجود من نقش میبنده، حالا متوجه لوکیشنم میشم. حالا که اینو متوجه شدم، حالا مغز من میگه خب حالا اگه شما به این شخص لطف داری، حالا چه جوری میخوای این لطفتو بهش نشون بدی؟ آیا این لیوان آبو برمیداری میدی دستش، یا یه پیراشکی میاری براش میاری بهش؟ دست شما درد نکنه از پیراشکی که آوردین، خیلی خوشمزه بود. یادم میاد که من به مغز منم الان همونجا بود داشتم اینجوری لطف ایشونو داشتم برمیگردوندم. برای شما که دارین نگاه میکنین، میخواین ببینین جریان چیه، اینه که من صبح پیراشکی آوردم و حسابی هر وقت احساساتمون خوشحالی شد رفتیم پیراشکی خوردیم، ناراحت شدیم رفتیم پیراشکی خوردیم، در نتیجه قسمتی از اون دارن دوزیم. منم یادم رفته بود تشکر کنم، تشکر بود و این لطف ایشون رو داشتم. حالا فکر من گفت که اینجوری من الان میتونم در این موقعیت از این لطفم تشکر بکنم، چون که در وجودم من اون لطف داشتم حس میکردم.
پس اون فکر داره در واقع من کمک میکنه که چجوری این رابطه رو من بتونم ماجولیت بکنم یا ادامه بدم و حالا کجا ما با هم هستیم. حالا برمیگردیم به بحث های دفعه قبلمون که باوندری رو برید به وجود بیاریم، پیراشکی های هفته های قبل نه به بحث قبلمون که حالا این حد و مرز رو ما چجوری داریم تعیین میکنیم. اگه من این لطف رو میخوام نشون بدم، آیا این کافیه یا اینکه نزدیکتر لازمه باشم یا اینکه دورتر باید باشم؟ شاید درست نباشه من بیشتر از این بخوام بگم. پس حالا اونجا باز هی باید اون باوندریامون رو ست بکنیم که در این مورد فکر من به من کمک بکنه که من در کجا قراره با این شخص قرار بگیرم. یعنی فکر من داره به من کمک میکنه که تشخیص بدم که هر چیزی رو به حد خودش جواب دقیقا. بدم، مثلا اگزاجوریت یا بزرگ نمایی نکنم. حالا ایشون پیراشکی آوردن، دستشون هم درد نکنه، ولی دیگه هی به تملق‌گویی نرسه مسئله من، یا اینکه اصلا بیخیال هم نباشم، که اصلا به روز هم نیارم که اصلا شما لطفی رو کردید، اون حد رو تشخیص بدم. دقیقا. البته سر مسئله تعادل که وقتی میایین، چون مسئله پیراشکی رو مطرح کردین، جالبه که خیلی موقع ها مسئله اصلا اعتیاد از کجا میاد، زمانیه که من یک لذتی میبرم از یک ماده، حالا چه غذا باشه چه ماده به خصوص، چه رفتار به خصوصی باشه، و این لذت من گیر میکنه، یعنی اسوسییت میشه لذت با اون عمل، و بعد هی دلم میخواد این کار رو انجام بدم با اینی که من از تعادل به هم میزنه و داغون میکنه. و زمانی که بعد دوباره خودم رو برگردونم به تعادل، ولی یک جایی این سیستم مثل اینکه توش یک گلیچی افتاده و دیگه نمیتونه این تعادل رو نگه داره، و میبینیم که یواش 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 یک قسمتی از زندگی ما کاملا خودش رو رها میکنه. میبینیم کسایی که کار میکنن زیاد از حد و کل سیستم زندگیشون از تعادل خودش رو پرت میکنه، ورکاهالیک میشن. یک جوری میبینیم که معمولا یا به طرف لذت رفتن یا از درد فرار کردن ما رو از فضای تعادل ممکنه که به هم بزنه و یک سری کارها رفتارها رو بیشتر انجام بدیم. حتی میبینین که بعضی از اشخاص هستن که یک نوع احساسات رو بهش معتاد میشن و دائم اون احساس رو شروع میکنن حس کردن و تعادلشون از بین میره از مسیر تمام احساساتی که وجود داره که شما در عرض روز میتونین همش رو تجربه بکنین. به خاطر همین برگشتن اینه که من، یعنی نگاه کردن، حضور داشتن به اینکه کجا چه مدت زمان دارم صرف میکنم برای یک کار به خصوص، یک احساس به خصوص، یک تفکر به خصوص، یک باور به خصوص، یک راه و روش به خصوص، و این آیا تعادل داره با بقیه مسائلی که میتونه باشه، آپشنایی که روی میز هست، و چجوری هی خودم رو برگردونم توی اونجا. در حقیقت چیزای مثبت هم اگر زیاده روی بشه، مثلا یه نفر عشقش رو زیاد از حد به همسرش ابراز بکنه، این برعکس جواب میده و اینو نشون داده که از تعادل خارج میره. حتی خوبی ها، مهربونی ها، مثبت هم بخوایم فکر کنیم، اون هم مثلا اگه شما هر روز پیراشکی بیاری ما عصبانی میشیم بیش از حد که هر روز بخوان بیارن، خودشون هم خسته میشن. یعنی یه حالت تعادله، با اینکه مثبته باز هم بار منفی میگیره. لغت ایندیویدوال تو انگلیسی، یه نفر به من خیلی وقت پیشا گفت که از این میاد که indivisible duality، یعنی دوالیتیه که نمیتونیم ببینیمش ما هستیم. و واقعا ما این دوالیتی یا دوگانه بودن رو در تمام اصول زندگی ما میتونیم نگاه بکنیم. هر خوبی بدی داره، هر زشتی زیبایی داره، هر بالایی پایینی داره، هر چیزی که ما بخوام، همیشه ما در دو قطب مختلف اصلا لغت بایپولار از کجا داره میاد، دو تا قطب مختلف رو ما داریم همیشه داریم برانداز میکنیم. یه طرف هست که در نهایت لذت و نشاط و شعف و شور و شادمانیه، یه طرف دیگر در نهایت بدبختی و نگرانی و درد و رنج و مرمت هست. پس ما بین این دوتا هستیم. خب حالا این دوتا رو ما چجوری باید به هم نزدیکش بکنیم؟ میشه اونجایی که ما تو بالانس هستیم. و شما اول بحث خیلی قشنگ گفتید، هیچ موقع یک نقطه نیست. من توی ترسیمی که به کلاینتام نشون میدم، یه بلکروی رو میکشم و میگم که اگه شما یه پاندول باشین توی این وسط گیر بکنین، توی اون رفت آمد گیر بکنین، مردین دیگه، اصلا جایی ندارین. شما باید برین رو برگردین. اگه یه جا بخواین وایسین، ولی اون شدت رفت و برگشت مهمه. مثلا بایپولار رو وقتی تعریف میکنین، میگین یا در آسمان ها و اوج و شیدایی هن، یا میرن تو دره ها، یعنی هیچ وقت رو جاده نیستن، روی زمین. ببینید زمانی که همین مسئله سوینگ کردن پندلم رو شما داری نگاه میکنین، میبینین که هر زمانی که این پندلم تا اوج این ور بره، مجبورم هست تا اوج اون ور بره. ولی معمولا کسانی که زندگی سلامت سالمی رو دارن
تجربه میکنن، این پندلم دیگه اوج اینجوری اینجوری نمیره، تو این فضاست که بیشتر داره میره، مثل ساعت داره تو این فضا میره، ولی این نیستش که وایساده باشه، یه مقدار میره این طرف بعد میاد این طرف بعد میاد این طرف. یاد مادرم افتادم، خیلی جالب بودش که میگن با یه دونه کشمش سردیش میشه گرمش میگه، اونم آبغوره میخورد بعد سردیش میشد، بعد از این طرف عسل میخورد گرمش میشد، و بعد میدیدین که مثلا داشت قند خون خودش رو اینجوری تو همین فضا شروع میکرد تعادل دادن از صبح، از خودش چی نمیگرفت، یعنی دائم داشت میخورد و داشت لذت میبرد، ولی حضوری که داشت خودش رو تو این پندلم توی این فضا نگه میداشت. زنده باشند خانم فروزنده اربابی عزیز که هر وقت صحبتشون میشه من باید واقعا یه سلامی عرض بکنم از طریق این برنامه خدمتشون، و انشالله که سایه‌شون بالا سر همه ما باشه. مرسی که ازشون صحبت کردید. پس تعادل، اینم تعادله که مثلا نبات بخوریم سردیمون نشه دوباره آبوره بخوریم. خب این که چه تعادلیه؟ مثلا بین غم و شادیمون هم همینجوریه؟ همه چی همینجوریه، یعنی هی بریم شاد باشیم در یه حد متعادلی، یعنی ما نمیتونیم که جلوی غم ها رو بگیریم. شما وقتی میرین الان تو خیابون متاسفانه یه تصادف میبینین که یه نفر توش مجروح شده یا درگذشته، شما که نمیتونین که بی احساس باشین، پس شما احساس ناراحتی میکنین، احساس غم میکنین. خب در ازاش هم خب ما اینو باید تشخیص بدیم و از اونورم حالا بریم برای خودمون بشینیم 5 دقیقه فرض کنیم مدیتیشن بکنیم، یا بتونیم خودمون رو به یک سنتر برگردونیم، یا بریم با دوستمون بشینیم حرف بزنیم بگیم چقدر صحنه ناراحت کننده ای رو من دیدم. پس باید دیده بشه. بعضی وقتا مثلا من فکر میکنم اگر اگنورش بکنم و نادیده بگیرم اون چیزی که دیدم، مثلا یه تصادف دیدم یا یه مسئله، فکر میکنم اگر یا توی دنیای مجازی یه صحنه هایی رو میذارن از جنگ سوریه این ور اون ور، خب آدم دلخراش ناراحت میشه، بعد با خودم میگم نه من اینو ندیدم، ازش سریع میگذرم. آیا پس این درست نیست؟ باید تجربه کردنش، توجه کردنش. ما یک تجربه همینجا داشتیم که داشتیم راجع به مسائل به هر صورت سیاست صحبت میکردیم و هر ستای ما کلمه داغ داغ شدیم به اینی که خب مثلا عصبانی خشممون رو داشتیم تجربه میکردیم، درسته؟ و با هم صحبت میکردیم، تو این صحبت هم خشممون داشت بالا میزد و این خشم رو هممون داشتیم شیر میکردیم. بعد میخواستیم بیایم پیش شما عزیزان، گفتیم خب با این اخلاقای بد که نمیتونیم بیایم پیش شما عزیزان. بعد در نتیجه چیکار کردیم؟ شروع کردیم با هم دیگه جوک گفتن، شوخی کردن، تفریح کردن، بلند شدن و دور هم چرخیدن و فضای فیزیکی رو به وجود آوردن، شوخی کردن، تا اینکه بتونیم این مسئله حسی خودمون رو و فضا رو تعادل بدیم که در کنار شما عزیزان باشیم، بتونیم برگردیم. پس نموندن خوبه، یعنی نمونیم توی اون فضا و ادامش ندیم. مثلا یه مسئله در 10 سال پیش اومده، من تو قبرستونه اون هی نمونم عزاداری کنم، باید بیام و زندگیم هم داشته باشم. آیدیای خیلی خوبیه، فکر خیلی خوبیه، ولی متاسفانه به اون آسونی سمجه. امکان پذیر نیست، چون که شما چیزی که قبلا گفتین گیر میکنیم، ما اونجا میریم یه جا گیر میکنیم، میریم این طرفی رفتیم اینجا یه گیر میکنیم، حالا دوباره دو بلمون بکنم، باید خیلی با شدت زیادی باید یاد بدین، یه راهکاری بگین، یه چند تا راهکار بگین که این گیرا رو ما چطوری ازش رد بشیم، چه کارهایی میتونیم بکنیم که گیر نکنیم در اذیتامون. ببین، یکی اینکه مرزهای خودمون رو شناختش رو پیدا بکنیم، یعنی ممکنه که برای من فرضاً، حالا حتی هر شرایطی میتونیم مثالاشو بیاریم، غذا خوردن، شکر خوردن، قند خوردن برای طبیعی من با شما متفاوته، در اینجا مرزهای خودم رو باید بدونم، مقدار احساسی که میتونم تحمل بکنم قبل از اینی که کنترلم خارج بشه من میدونم کجاست، شما مال خودتو میدونید، من مال خودم میدونم، من میدونم تا چه حدی باید مثلا کشت و کشدار و غم رو بتونم نگاه کنم که تا شب خیلی روم تاثیر نذاره، پس میدونم مرزم کجاست. قراره که اشخاص بفهمن اولا مرزهاشون کجاست. وقتی مرزهاشون رو فهمیدن، بعد میتونن توی این مسیر روزشون رو سکجول بکنن، برنامه ریزی کنم. مثل که مثلا ما میگیم که در روز من اینقدر قرار پروتئین بخورم، اینقدر کارب بخورم، اینقدر نمیدونم سبزیجات بخورم، اینو واسه خودم مسیرش رو مشخص میکنم، دستورالعمل داشته باشم برای خودم. چون میدونم اگر اینقدر اضافه بخورم خراب میشه حالا. اگر که من وقت میذارم اخبار گوش میدم، آخر شب فیلم های کمدی در کنارش نگاه میکنم، در نتیجه روحیه خودم رو برمیدارم آرامش میدم. اگه 8 ساعت کار میکنم، حتما چند ساعت میذارم فقط آرامش پیدا کنم.
این رو در زندگی روزمره هم شروع میکنم در قسمت های مختلف تعادل دارم. درست میگه، چون من اینو خاطره دارم که مثلا یه خانمی نشسته بود کنار من صحبت از دراماها و مسائل زندگیش میکرد، من شوک شده بودم، ولی خودش اینقدر طبیعی داشت تعریف میکرد. برادرم رفت این اتفاق براش افتاد، بچه‌م این اتفاق افتاد، شوهرم اینقدر نمیدونم این نام شده بود یا اینکه واقعا این بالانس داشت، من بالانس نداشتم. اون رو نمیتونیم متوجه بشیم، ولی دقیقاً شما چیزی که فرمودین، اون سیستمی که گفتین من دوست دارم، دقیقاً همین سیستمه. من سیستم رو به شکل یک چرخ میبینم، به اسم یه ویل ارگانیزیشنی هم که من ران میکنم، به صورت از ویل آف ویلبینگ، گردونه بهزیستی. و این ویل هر کس به من میگه تو چه کاری، من میگم تو کار ویل الائنمنت هم، بالانس چرخ میکنم. برای اینکه واقعا من فکر کنم همه ما یه چرخیم، این چرخه در پره های مختلفش اگر شکست به وجود بیاد بالانس رو ما از دست میدیم. خب منظور منم همین بود از این مثال که خانم دکتر فرمودن خودتو باید بشناسی. شاید اون چیزی که منو میشکنه، خورد میکنه، اون کس که داره برام تعریف میکنه، برای اون طبیعی بوده. فقط شناختن نیست، در واقع یک پرکتیس رو ایشون داشتن میگفتن که من اون پرکتیس شناخت بدم. شروع میشه به پرکتیس. اون پرکتیس خیلی مهمه. تمرین. حتی اگه شناختم نداشته باشیم، باور بفرمایید اگه ما پرکتیس رو شروع بکنیم میبینیم که چقدر میشه. و برای کمک فرمودین، من یک سیستمی رو به عنوان رایگان در خدمت دوستان دارم به نام 10daybalance.com. اگر برن رو اینجا، یک تست هم هست که اون چرخ رو میتونن مشاهده بکنن که چرخشون چجوری میچرخه، کجاها اون این بالانس ها هست، و میتونن به طور به اصطلاح صحیحی با اون درسایی که اونجا هست اون بالانس رو برای خودشون فراهم بکنن. من که فکر کنم 7 8 تاشو لنگ بزنم. چند تاست گفتیم؟ 8 تاست. 8 تاست؟ 8 تاست. من گفتم 7 8 تا. نه 8 تاست. مطمئنا شما همش بالانس خوب هست. انشالله. 10day balance.com. عدد 10 1 0. بله balance.com که با اون تستم روی همون سایت هست. اون مسئله که شما میفرمایید که الزاما شناختم وجود نداشته باشه، سیستم دادن کار میکنه، خیلی هاش به خاطر میاد که اگر که از خیلی از ما اولین کسی نیستیم که تو دنیا به دنیا اومدیم، اطلاعات بیرون هست. یعنی اینی که من از کجا باید بدونم چقدر پروتئین بخورم، چقدر کارب بخورم، بالاخره اطلاعات بیرونه. یعنی اگر من واقعا ذوق اینو داشته باشم که تعادل داشته باشم در زندگی، میتونم که اطلاعات رو بیرون رو نگاه کنم، ببینم آدمای موفق چجوری زندگیشون رو به وجود آوردن، و بعد اون سیستمی رو که اونا دارن به کار میبرن رو برای خودم به کار ببرم و مودفایش بکنم جوری که به من بخوره، و بدون حتی شناخت مرزهای خودم میتونم که زندگیم به موفقیت برسه. و شناخت مرزهای خودم کمک میکنه به زمانی که میبینم که یک جایی از اون بالانس خارج شدم و رد کردم، و اون شناختی که از اینجا رد کردم و کجاست که دارم رد میکنم، و بعد پیامد هاشی مثل که من یه به جای یه دونه پیراشکی دو تا سه تا چهار تا بخورم، پیامد این مسئله چی؟ اونجا میشه مرزی که برای من وجود داره. حالا ممکنه مثلا 10 سالم باشه، 12 سالم باشه، مقدار پیامدی که دارم روی پیراشکی خوردن کمتر باشه تا 60 سالگیم. اینجاست که مرزهای خصوصی من هم کمک میکنه. شما خوشی این پیراشکی را آوردیم، ما بتونیم صحبت بکنیم. سپاسگزارم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. من یاد گرفتم از شما اساتید عزیزم، امیدواریم که برای عزیزان بینندمون هم مفید واقع شده باشه. صحبت میکنیم راجع به مسائل فرهنگی، اجتماعی، باورها، سوژه هایی که تو زندگی شاید گره هایی هست و موانعی هست در پیش روی ما، که بتونیم فقط مطرحش بکنیم و نگاه دیگری داشته باشیم به باورهامون و اونچه که تا حالا گذروندیم. امیدواریم که این برنامه هم مفید واقع شده باشه. انعطافمون رو ببریم بالا، شور و شعف و ذوق برای دانستن و اینکه تغییر رو در حقیقت قبول بکنیم، که تغییر تنها چیزیه که ما تو زندگی نمیتونیم تغییرش بدیم. سپاسگزارم ازتون و همینطور از مهمانان عزیز. تا برنامه